به همتون خوش آمد میگم، لطف کردید که تشریف آوردید. این برنامه از یک ایده ساده شروع شد، روز 31 خرداد روز پیشمرگه و ما هر روز هر سال این روز رو گرامی می‌داریم به یاد اولین پیشمرگ جان باخته کمال سعید معینی که اتفاقا دو تا برادر بزرگترش هم جان باختگان جنبش کردستان هستند و این روز رو گرامی می‌داریم و در این مورد صحبت می‌کنیم. امسال که دوستان کرد غیر ایرانی غیر کرد زبان تشریف آوردن و منت گذاشتن و در این نشست شرکت کردن، دیدم خوبه که دوستان پیشنهاد کردن، منم دیدم فکر خوبیه که این مسئله بسیار حساس، یعنی مسئله پیشمرگ، کار مسلحانه، سابقش چی بوده، نقشش چی بوده، آیندهش چگونه باید باشه و در یک ایران آزاد و دموکرات فردا چجوری باید با این پدیده برخورد کرد، اینها رو من به زبان فارسی بگم. مسائل حساسیه ولی به همه ایران مربوطه. من بر این نظرم که از تابو، از حالت تابو باید در آورد، از حالت اسرار مگو باید در آورد. آجندای مخفی در کار نیست، واقعیت تاریخی مقاومت مردمی است، نقشی است تاریخی، ولی آینده امیدوارم و تلاش میکنیم، باید تلاش کنیم که آینده ایران آینده‌ای باشه که کار مسلحان دیگه درش موضوعیت و ضرورت نداشته باشه. و این نه فقط برای آینده سیاسی ایران لازمه، برای من حتی مفید به حال کردها هم میدونم این رو. بنابراین اجازه بدید بحثامو شروع بکنم با این مقدمه. ببینید، در 2 سال گذشته ما جنبش ژینا یا انقلاب زن زندگی آزادی رو داشتیم. همه میدونیم که این جنبش ابتدا جرقه این جنبش در کردستان زده شد با مرگ معصومانه ژینا امینی و شعار این جنبش که بعداً فراگیر و همگیر شد، یعنی زن زندگی آزادی هم از اینجا در آمد و ستون محکم این انقلاب هم در تمام ماهایی که جریان داشت باز کردستان بود. یکی از مهمترین تأثیراتی که من قبلاً هم اینو خدمت دوستان و در با رسانه‌های مختلف در میون گذاشتم، یکی از مهمترین دستاوردهای این جنبش این بود که کرد هراسی رو به کرد ستایی تبدیل کرد در ایران، واگرایی رو به همگرایی و همبستگی تبدیل کرد در ایران. کردها از موجوداتی که بایستی ازشون ترسید و از یک خطر امنیتی تبدیل شدن به یکی از ستونهای محکم جنبش دموکراسی خواهانه در ایران بودند، ولی افکار عمومی یک چنین برداشتی نداشت. این برداشت همگیر شد. خب حزب ما و من شخصا به عنوان سخنگوش در این زمینه بسیار تلاش کردیم که نشون بدیم کردها چه مطالباتی دارند، چرا این مطالبات ریشه در واقعیت‌های تاریخی داره و برحقه، و در این حال چرا بایستی کردها رو به عنوان یکی از ستونها و یکی از المانهای اصلی تحول سیاسی در ایران به سوی یک جامعه دموکراتیک متکثر و عادلانه در نظر گرفت. اما مسئله فقط به این محدود نمیشه. بایستی
ببینیم چطور شد که این پدیده به وجود اومد، یعنی چرا کردها تونستن چنین نقشی رو بازی کنن. این فقط یک تصادف صرف نبود، یک خوش اقبالی بزرگی بود برای کردها، اگرچه با مرگ دلخراش دختر عزیز کردستان ژینا امینی شروع شد، ولی در این حال این خوش اقبالی رو به کردها داد، این فرصت تاریخی رو در مقابلشون گشود که اونا بتونن جایگاه شایسته خودشون رو در افکار عمومی ایران و در تحولات سیاسی ایران احراز بکنن. بخش عمده و اساسی سوء تفاهمی که در این مورد وجود اومده بود و شاید هنوزم اینجا و اونجا هست، بخش اعظم این بداندیشی یا سوء تفاهم یا افکار نادرست و غیر واقعی که در مورد نقش کردها وجود داشت، محصول جمهوری اسلامی و تبلیغات مسموم کننده اون هست. همواره کردها رو به عنوان تروریست، بگذاریم از اینکه این رژیم مستنداً بزرگترین حامی تروریسم در جهان و بزرگترین مجری تروریسم در جهان، اما کردها رو تروریست نامیده، کردها رو تجزیه طلب نامیده، کردها رو گروهک نامیده و هیچ ابایی هم نداشته از اینکه این تبلیغات رو در رسانه ها، در مدارس و دانشگاه ها، در نمایشنامه ها، در فیلم ها، در همه نوع تبلیغات خودش برای ده ها سال ادامه بده و این تأثیر خودش رو خواه ناخواه باقی گذاشته بود. من مدتی پیش، چندین سال قبل، موقعی که دوره جنبش سبز بود و اون موقع هم کامل از جنبش سبز حمایت انتقادی کرد، نه به دلیل اینکه برنامه یا جهتگیری عمومی این جنبش رو بدون انتقاد میپذیرفت، نه، به این دلیل که این جنبش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال می برد و یکی از حقوق اساسی مردم که حق انتخاب آزاده انگشت گذاشته بود و از اون دفاع می کرد. ما همواره در طول این 45 سال، ضمن این که تو کردستان مبارزه خودمون رو کردیم، برای احقاق خودمون مبارزه کردیم، اما همواره چشم به تحول سیاسی در ایران هم دوختیم و همواره خودمون رو یکی از عناصر مهم این تحول سیاسی فرض کردیم و به همین دلیل هم همه جنبش‌های اعتراضی و انتقادی و انقلابی رو که علیه نظام جمهوری اسلامی بوده تو این 45 سال مورد حمایت قرار دادیم. جنبش سبز هم یکی از اونا بود. بسیاری از فعالین مدنی اون دوره، روزنامه نگارها، فعالین سیاسی، فعالین دانشجویی که در جنبش سبز شرکت داشتن و مجبور شدن کشور رو ترک کنن، ما از کشور خارج کردیم، تحت حمایت قرار دادیم، بهشون جا و مکان دادیم و نهایتاً هم البته دولت‌های غربی اونا رو بردن و قبول کردن تو اون دوره، ولی ما از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه حد اکثر کمک رو به اون دوستان بکنیم. یکی از اون دوستان بعدن با من در میون گذاشت، گفت من این معذرتی بدهکارم. گفتم برای چی؟ جوابش این بود که اون تا به حال نظر بسیار منفی راجع به کردها داشته و در دوره جوانیش تو برنامه های تئاتر دبیرستانشون، نمایشنامه های شرکت کرده و نقش های به عهده گرفته که کردها رو خیلی بد و مخوف و ترسناک و خشن سر آدم ها رو می برن با حلبی نشون داده. گفتم این مهم نیست، مهم درکیه که شما امروز پیدا کردید. میخوام بگم که در این تصور
میبایست از بین بره. تلاش ما فقط به عنوان یک حزب کافی نبود برای اینکه این تصور غیر واقعی رو از بین ببریم و به جاش تصور مثبت و واقع بینانه ای از کردها رو جانشین بکنیم. برای این کار جنبشی به وسعت و عظمت جنبش زینا لازم بود و جایگاه شایسته رو که کردها باید احراز کنن و حقشون در آینده ایران از همه کنون خاطر نشان بکنه و اون دیوار چینی رو، دیوار سوء تفاهم و سوء برداشت و گاهی نفرت، واگرایی، ترس، اینها رو که در مورد کردها وجود داشت فرو بریزه. بنابراین من این رو یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش ژینا میدونم. اما فقط این نبود. جنبش ژینا یک همبستگی بزرگ سراسری در تمام ایران درست کرد. با شاید این تعبیر که من شنیدم خیلی ها گفتن، من خودم هم قبول دارم، جنبش ژینا مهمترین و پیشروترین، پروگرسیوترین جنبشی بوده که تو دهه های اخیر شاید ما تو تمام خاورمیانه داریم. ما بهار عربی هم داشتیم با امیدهای بسیاری شروع شد، اما خیلی زود تحت شعاع اسلامگرایی افراطی قرار گرفت و کجراه کشیده شد. آرزوهای مردم بهش خیانت شد، همونطور که در انقلاب 1357 این اتفاق در ایران افتاده بود. ولی جنبش ژینا، جنبش زن زندگی آزادی، عمیقاً مترقی بود. این فقط یک جنبش انقلابی علیه نظام حاکم نبود، علیه فرهنگ حاکم هم بود، علیه برداشت‌های نادرست و قرون وسطایی از زندگی، از جامعه، از جنسیت، از مذهب، از ملیت هم بود. به همین دلیل همه احساس همزادپنداری می‌کردن باش، همه خودشون رو بخشی از اون می‌دونستن. نوعی دوره طلایی در این جنبش به وجود اومد که برای اولین بار افق روشنی رو در مقابل جامعه ایران پیش چشم همه گسترده بود. تحت تأثیر این جنبش بزرگ و فراگیر بود که اپوزیسیون هم به فکر ایجاد اتحادها و ائتلافهای افتاد. به فکر ائتلاف ها و اتحادهایی هم افتاد و در این راه قدم های مثبتی هم برداشته شد، گرچه به نتیجه نرسید یا به نتیجه نهایی نرسید. اما به نظر من تلاش های برای اون موقع مثبتی بود. فراموش نکنیم که از تمام ایران، نه فقط از کردستان، برای ما از تمام ایران پیام میرسید که آقا یک کاری بکنید، اپوزیسیون رو متحد کنید، مخالفان نظام جمهوری اسلامی فعلا بر سر رفتن این نظام و آمدن دموکراسی و تکثر، قبول این چند اصل اساسی بایستی بتونن متحد بشن و در پاسخ به اینا تلاش های مختلفی صورت گرفت. من الان وارد جزئیات اون تلاش ها نمیشم، برای اینکه در این مورد بسیار گفته و نوشته شده. اما چیزی که من میخوام روش تأکید بکنم امروز اینه که اگرچه اون تلاش ها به اون نتیجهی که باید میرسیدند نرسیدند و اگرچه امیدهایی رو که به وجود آورده بودند نتونستند بهش جامعه عمل بپوشند، اما این نباید ما رو در ادامه راه ناامید کنه. ما به یک اتحاد بزرگ در سراسر ایران نیاز داریم، اگر با
واقعا جدی باشیم در زمینه تغییر نظام سیاسی در ایران و ایجاد تحول بنیادی، تغییر رژیم و به جاش آوردن یک نظام جدید اجتماعی و سیاسی جدی باشیم، مطمئنن بایستی به اتحاد فکر کنیم. این اتحاد نمیتونه در وهله اول همه آرزوهای ما و همه برنامه های ما، همه مطالبات و خواستای ما رو برآورده کنه. فقط میتونیم بر روی حداقل ها توافق کنیم. نه فدرالیست هایی مثل بنده، نه جمهوری خواهانی مثل بنده میتونن همه آرزوهای خودشون رو متحقق بدونن در این ائتلاف اولیه، نه مشروط طلبان، نه چپ ها و نه راست ها. بلکه بایستی مخرج مشترکی از مهمترین آرزوها و آمالی که مردم ایران بهش معتقدند فراهم کرد و در این راه بایستی اگر هم تلاشای گذشته ناموفق مونده، ولی این نباید ما رو ناامید کنه و از ادامه راه باز بداره. اگر به مراجعه کنیم ببینیم که چه زمینه‌هایی وجود داشت، بپردازیم کمی به جنبه تاریخی مسئله، من اینجا رو اشاره می‌کنم چون این روز به این مناسبته. به محض بر سر کار آمدن رژیم در سال 1322 بهمن 1357، هنوز یک ماه طول نکشیده بود که حادثه‌ای که بعدها به اسم نوروز خونین سنندج معروف شد اتفاق افتاد. پادگان شهر سنندج توسط نماینده خمینی فرمان آتش گشودن به طرف مردم بیدفاع شهر رو داد روز 27 و 28 اسفند 1357. من اون روزها توی سنندج بودم و میدونم از نزدیک جریان رو تعقیب کردم. جزئیات زیاد داره، ولی ماحصلش اینه که پادگان شهر رو بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ دلیل موجهی و بدون اینکه خطری اون رو تهدید کنه، به توپ و خمپاره بست. صدها و هزاران گلوله خمپاره بر سر مردم بیدفاع سنندج ریخت و در واکنش به این رفتار تجاوزکارانه بی توجیه و بی منطق و سرکوبگرانه، تمام مردم کردستان در دفاع از سنندج خروشیدند و یک جنبش بزرگ مدنی در دفاع از سنندج صورت گرفت و طوری این جنبش وسیع بود و طوری پشتیبانی از سنندج در مقابل پادگان گسترده بود و به قدری از همه شهرها مردم راه افتادن، راه پیمایی های طولانی کردن و هر وسیله‌ای که داشتن خودشون رو رسوندن که میشه گفت جمعیت شهر سنندج دو برابر شده بود. این وضع با توجه به اینکه رژیم تازه بر سر کار آمده بود و هنوز خوب مستقر نشده بود، دستن در کاران نظام جمهوری اسلامی رو به فکر این انداخت که بیان با کردها مذاکره کنند. آمدن تقریبا به جز خمینی و منتظری همه از رفسنجانی و طالقانی و بهشتی و بنی صدر و فرماندهان وزیر کشور و فرماندهان ارتش و اینا همه آمده بودند. نهایتا توافقی اونجا انجام گرفت که تا الانش هم اگر بخوایم در نظر بگیریم اولین باری است که جمهوری اسلامی موافقت کرد با انتخابات آزاد در یک شهر. درسته با انتخابات آزاد در تمام کشور موافقت نکرد، بس این نبود، ولی در شهر سنندج در اثر فشار جنبش مردمی یک بار و تا الان فقط یک بار انتخابات آزاد در ایران صورت گرفت. بنابراین من اولین جنبش مهم کردها رو، دستاوردش رو انتخابات آزاد میدونم.
دستاورد ما پیام خوب پی و پیامی که ما اون موقع اون دوره که ما کردهای اون نسل که من جوان بودم اون موقع فرستادیم پیام خشونت نبود، پیام ادامه جنگ نبود، بلکه تحمیل انتخابات آزاد به نظام جمهوری اسلامی بود. نهایتا جمهوری اسلامی به اون عقب نشینی در اون مقطع، در مقطع نوروز 1358 تن در داد، اما فراموش نکرد که بایستی از نظر منافع خودشون برای بقای خودشون بایستی انتقام میگرفتن از مردم کردستان. خیلی نگذشت رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358 مطرح شد، آری یا نه به جمهوری اسلامی. دوستانی که سنشون اقتضا میکنه و اون دوره رو تعقیب کردن میدونن، من خودم این کسان بودم، اولین حزبی که رفراندوم جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و رد کرد حزب کمله کردستان ایران بود. به دنبالش جناب زندیات شیخ عزالدین حسینی اطلاعیه دادن و به دنبال ایشون حزب دموکرات کردستان و زندیات دکتر عبدالرحمن قاسملو اطلاعیه دادن. مردم کردستان به جمهوری اسلامی از همون 15 روز، در 15 روز اول فروردین جواب نه دادن. این جواب نه غیر قابل قبول بود برای یک رژیم توتالیتر تمامیت خواه فاشیست مذهبی، غیر ممکن بود این رو بپذیرن. دیر یا زود اونا به فکر انتقام از مردم کردستان بودن و همین کار رو هم کردن. در 28 مرداد 1358 خمینی فرمان هجوم به کردستان را صادر کرد. خشونتی در کردستان نبود، جنگی نبود، حتی تنش خاصی وجود نداشت، کسی به جای حمله نکرده بود. بهانه واهی این حمله این بود که گویا کمونیست ها در مسجد جامع سنندج زنان رو به گروگان گرفته بودند. از این پوچتر ادعا نمیتونه وجود داشته باشه. ولی افکار عمومی شیفته متعصب ناآگاه این رو پذیرفت. فقط حرف ما نیست که این اتهام رو رد میکنیم. مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر منصوب آیت الله خمینی در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت اشاره میکنه، میگه این شایعه به کلی بی اساس بود که به گوش آقای خمینی رسونده بودن. به هر صورت مسلم شایعه بی اساسی بود، اما موجب یک حمله گسترده از زمین و هوا به کردستان شد. با آهن و آتش با کردستان برخورد کردن. اصلا معلوم نبود برای چی به کردستان دارن حمله میکنن. دارم میگم اتفاقی نیفتاده بود، جنگی نبود، کردها به جای حمله نکرده بودن، حتی تنش خاصی در بین خود کردها هم وجود نداشت، هیچ مشکلی وجود نداشت. ولی این حمله اتفاق افتاد، از زمین و هوا به کردستان حمله کردن. و نه فقط این، اون محاکمات فوری چند دقیقه‌ای که بعضی از عکس‌های اون جاودانه شده، اعدام های دست جمعی که عکسش برنده جایزه پولیتزر شد در عکاسی از فرودگاه سنندج گرفته شده. و نه فقط این، حوادثی مثل حادثه نقده با کشتار جمعی هم توأم شد. یعنی روستاهایی رو پاکسازی قومی کردند، اصلا روستای قارنا رو پاکسازی قومی کردن، روستای قلاتان رو پاکسازی قومی کردن، صدها نفر رو تیکه تیکه کردن با قمه. و فقط هم اونجا نبود، در بسیاری از نقاط کردستان ما با یک، نمیگم با یک جنوساید، ولی با یک جنایت علیه بشریت و پدیده های جنایات جنگی روبرو بودیم. این هاست
که مقاومت مشروع مردم کردستان رو برای دفاع از خودش شکل داد. کردها مایل به ابراز خشونت نبودند. به خصوص من این رو در مورد همه کردها به زرس قاطع میگم، ولی به خصوص در مورد حزب خودم مسئولانه میتونم این رو بگم. اتفاقا حزب کامل همون وقت و تا الانش هم با جنبش های توده‌ای، با جنبش های مردمی و مدنی عجین بوده. اصلا یکی از افتخارات ما اینه که در این راه تلاش کردیم و رهبر جانباخته ما که آقاد مصطفی سلطانی یکی است که از مبدعین و مبتکرین و شخصیت هایی بودن که در زمین در این زمینه خلاقیت از خودشون نشون دادن. ببینید من توجهتون رو به این جلب میکنم، قبل از در سیوم تیر ما، در سیوم تیر ما وقتی پادگان شهر مریوان به وارد شهر میشه، میریزه تو شهر و مزاحمت برای مردم ایجاد میکنه، پاسخ حزب ما پاسخ مسلحانه نبود به پادگان. این کار شدنی هم بود، بالاخره میشد یه کاری کرد، ولی نکردیم این کار. تحت رهبری کاکواد و حزب کامل کردستان ایران برنامه کوچ اعتراضی مردم شهر مریوان به خارج از شهر بود. به جز سگها و گربه ها تمام موجودات زنده این شهر به بیرون کوچ کردند در یک حرکت مدنی اعتراضی مسالمت آمیز. همون موقع تو مطبوعات ایران تو روزنامه های کثیر الانتشار تهران منعکس شد. وقتی برای پشتیبانی از این مردم شهر مریوان و این کوچ تاریخی که انجام داده بودند، کار دیگه ای هم شد، شروع شد. از هزاران نفر پای پیاده از سنندج به طرف مریوان را افتادند و هزاران نفر از طرف سقز و بانه به طرف مریوان را افتادند. یعنی ما با کوچ تاریخی شهر مریوان، کوچ مسالمت آمیز و مردمی پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال مقابله کردیم با حرکت پادگان و با راهپیمایی‌های اعتراضی این کار رو کردیم و حتی با راهپیمایی‌های اعتراضی زندانیان سیاسی رو مجبور کردیم، رژیم رو مجبور کردیم که آزادشون بکنیم. گزینه ما گزینه خشونت نبود. حتی مثال دیگه ای براتون میزنم. بالاخره در 28 مرداد رژیم جمهوری اسلامی و خمینی کار خودشون رو کردن و جنگ علیه کردستان رو برپا کردن. اما این جنگ 3 ماهی بیشتر طول نکشید که به شکست نیروهای دولتی انجامید و رژیم جمهوری اسلامی از در مذاکره با کردها در اومد. قبل از اینکه این مذاکره صورت بگیره، یکی پس از دیگری شهرها را از دست میدادن و عقب مجبور به عقب نشینی میشدن. ترکیبی از قیام مردمی به اضافه حضور نیروی پیشمرگ باعث شد که بسیاری از شهرها را از دست نیروهای رژیم در بیارن. یکی از این شهرها سنندج بود. اگر اشتباه نکنم 26 آبان در اواخر ماه آبان بود که شورای دانش آموزان شهر سنندج که تحت تأثیر حزب کامل کردستان ایران بود و از سازماندهی های مدنی اون بود، اعتراض عمومی و تعطیل عمومی رو پیشنهاد کرد و حزبها هم ازش پشتیبانی کردن، شیخ عزالدین حسینی ازش پشتیبانی کردن و به تدریج به یک تعطیل عمومی و به یک اعتصاب عمومی در شهر سنندج منجر شد. و میخوام بگم که تنها جایی که سپاه پاسداران را از شهر بدون خشونت بیرون کردند به نیروی جنبش مردمی در آبان و آذر ماه 1358 بنانم در شهر سنندج بود. میخوام بگم که گزینه اول ما هیچ وقت دست بردن به خشونت نبوده. خشونت یک عمل دفاعی و به نظر من یک مقاومت مشروع بود در مقابل حملات ناموجه، در مقابل لشکرکشی های گسترده، در مقابل کشتارهای عام و
از بین بردن هر گونه امکان تلاش قانونی و سیاسی و مدنی. اینها رو من برای این گفتم که دوستان کرد، دوستان ایرانی غیر کرد کمی بیشتر فکر کنند. امروز نه فقط جمهوری اسلامی بلکه بخش متعصب و افراطی در درون اپوزیسیون داریم که خودشونو ملیگرا معرفی میکنند و به این عنوان خودشونو میشناسونن، به همون اندازه همون برچسب ها رو به کرد ها میزنن که بیش از 45 سال جمهوری اسلامی داره میزنه. من میخوام افکار عمومی مردم ایران بدونه که تحت چه شرایطی کردها مجبور شدن برای دفاع از حیثیتشون، کرامتشون، زندگیشون، آزادی و غرورشون پاسخ بدن به این جنایت ها. امید ما و تلاش ما این هست که در آینده ایران نه لشکرکشی ها وجود داشته باشند و نه کار مسلحانه برای پاسخگویی به این لشکرکشی ها. آینده ایران فقط و فقط باید از راه های مدنی در مراجعه به صندوق رأی تعیین بشه و حزب ما متعهد به چنین آینده‌ای برای ایران و به چنین آینده‌ای برای کردستان. میگم برای، نه فقط برای ایران بلکه همچنین برای کردستان، برای اینکه در درون کردستان و در انتخاب‌های سیاسی درون کردستان ما بایستی به دیالوگ مسالمت‌آمیز متوسل بشیم. عامل اسلحه باید از مناسبات بین احزاب کرد هم خارج بشه. این ممکنه کار ساده‌ای نباشه، ولی مطمئنن اگر ما کردها مدعی هستیم که به حق مدعی هستیم که ما به جنبش های مدنی و به جنبش های اجتماعی پایبندیم، به رأی اکثریت مردم پایبندیم، در اون صورت بایستی اسلحه رو بذاریم کنار از رقابت درونی احزاب کرد هم. و این همیشه تلاش ما بوده. بنابراین ولی انجام این کارها صبر و حوصله و تفاهم عمومی میخواد. هدف من از طرح این مسائل این بوده که اینها از حالت تابو در بیاد. بیایم راجع به این موضوع فکر کنیم. بیایم راجع به این موضوع کار کنیم. من که میگم امروز، من که خودم به عنوان یکی از مایه افتخار میدونم که خودم رو پیشمرگ کردستان و پیشمرگ کومل بنامم، اما بر این عقیده هستم تلاش ما از این به بعد باید عبارت از این باشه: ایرانی در آینده درست بشه و کردستانی در اون نقش پیدا بکنه که درش نیورش های ارتش باشه، ارتش کارش دفاع از مرزها در مقابل هجوم خارجی و دفاع از کشور در مقابل خطرات خارجی باشه و بقیهش با پذیرش تنوع و تکثر، با رواداری و تساهل، با دموکراسی و حقوق بشر، با قانون و به طور مسالمت آمیز ما خواستامون رو بتونیم مطرح کنیم و به کرسی بنشونیم. این برای آینده کردستان مفیده و برای آینده ایران هم مفیده. بنابراین من دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. آماده هستم اگه سوالی باشه یا اظهار نظر.